دا خبرونه د افغان ملی بنگ لخوا تاسو ته خپرېږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژولی تخرار لاس. د ایران په انتخاباتو کې ډاکټر حسن روحانی د 13 میلیون نه زیات رای په خستلو باندې چې تقریبا د 50% نه زیاتیږي د ایران انتخابات وګټل. په دغه شپو کاندیدانو کې چې ولاړو په انتخاباتو کې حسن روحانی منځلارې کاندید بلل کیږي. البته د اصلاح پلوه ډلو کسان کاندیدان چې وو هغه اجازه ورنه کړل چې د انتخاباتو سیالۍ ته داخل شي. کوم کسانو ته چې اجازه ورکړل شوله په هغې کې په نسبي ډول باندې حسن روحانی منځلارې ګڼل کیږي. د ویلې چې زما بریا د منځلاریتوب او اعتدال بریا ده، په تندروي او جهالت، د پوهې علم بریا ده په تندروي او په جهالت باندې. دا په خپله ښکاره کوي چې د ده او د احمدی نژاد د پالیسیو ترمنځ توپیر شته، د ده د فکر او د احمدی نژاد د فکر ترمنځ توپیر شته دی. آیا کوم تغییر به راوصل شي په ایران کې چې اوس هم د ایران مهمې پرېکړې د خامنهای په لاس کې دي، د اتومي پروګرام نه نیولې هغه څه چې د ایران او د نړۍ اړیکې ورباندې منحصلې دي، د سوریې مسله او که نه؟ زمونږ د نن ورځې ژولید په همدې اړه دی، په همدغه موضوع باندې بحث کوو. د دې په خوا کې کومې ننګونې چې د ده په وړاندې دي، داخل د ایران نیولې، په داخل د ایران کې د سپای پاسداران نه نیولې تر ټول تندرو قوتونو پورې چې په ایران کې موجود دي، تر د ایران په خارجي اړیکو خصوصاً سوریې کې او هغه مشکلات چې د سوریې د جنجال نه ایران ته راولاړ شوي دي. یوسف قرضاوي څو ورځې مخکې یو داسې فتوا ورکړله چې هم سوریه کې او هم ایران ته، خصوصاً د ایران نوي رژیم ته، کېدای شي سترې ستونزې جوړې کړي، نه یوازې ایران ته، کېدای شي ټولې اسلامي نړۍ ته سترې ستونزې جوړې کړي. ده وویلې چې په سوریه کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د اسلام ضد جګړه ده. په سوریه کې حزب الله دی، ایران دی او د سوریه رژیم دی. یعنې په یو ترتیب باندې د دوی ویل چې سنیانو پسې جګړه ده، د اسلام پسې جګړه ده. په خپله دغه جګړې ته د شیعه او د سنی رنګ ورکول او بیا داسې فتوا ورکول چې د اسلام ضد جګړه ده، دغه خبره به یوازې سوریه کې محدوده پاتې شي، خو ټول اسلامي نړۍ ته کېدای شي یو ګواښ وي. په دغه بحث کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر صاحب طاهر هاشمي، کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي استاد، او ښاغلی محمد ناطقي د په لیبیا کې د افغانستان پخوانی سفیر. ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب هاشمي، څه توقع وجود داره که آقای حسن روحانی بتانه پالیسی های ایران، پالیسی هایی که باعث تشنج در روابط خارجی ایران با همسایش و با جهان شده بود، تغییر بده، در حالی که آلی هم پالیسی سازی در جای دیگه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به جناب شما، به جناب ناطقی صاحب و بینندگان تلویزیون کابل نیوز، عرض بکنم که در دنیای متشنج امروزی و مخصوصا در منطقه آنچه جریان داره یک سلسله تنش‌ها و تشنجات است که آینده را پیش بینی میکنه و یا برای ما نوید میده که ممکن است در او مسائل از بس لحاظ در برابر هم قرار بگیره. مخصوصا تا جایی که شما مطلع هستین، در سالهای آخر سیاست های ایران سیاست های پر از تشنج و تشنج زایی بوده و در برابر امریکا، در برابر کشورهای منطقه و در عین زمان در هر نقطه از دنیا و یا مخصوصا در منطقه اگر مشاجرات بوده، ایران او موضوع را یک بار دیگه
به اصطلاح دامن زده. به هر صورت گفته می شد که آقای احمدی نژاد یک آدم تندرو است و یک آدم است که با اصلاحات اینا شاید موافق نباشه، و امروز آقای دکتر حسن روحانی ممکن است که در پالیسی های خود تغییرات را مبنی به اینکه چقدر سیاست خود در برابر کشورهای دیگه آشتی جویانه بسازه، ای مثلا یک امیدواری است که مردم ایران و در عین زمان مردم کشورهای منطقه هم و حتی در دنیا ای امیدواری را داره. ولی باید عرض بکنیم که رژیم ایران در بطن خودش کدام تغییر را ممکن است قبول نتانه و یا نپذیره، به خاطر از اینکه شما میدانید که ولایت فقیه تمام تصامیم تمام آنچه پالیسی های دولت است، از آنچه تصمیم کوچک است تا تصمیم بزرگ، مربوط میشه به رهبر مذهبی که عبارت از آیت الله خامنه ای باشه. حالا اگر اونا پابند امون سیاست ها و پالیسی های قبلی باشه، پس امروز هم امون روش هایی را که به احمدی نژاد هدایت میدادن و آقای دکتر حسن روحانی هم هدایت خواد دادن، و مقام روحانیت و به اصطلاح رهبر مذهبی یگانه مقام است که تصمیم گیرنده نهایی است، تصمیم گیرنده عالی است. به نظر من دموکراسی که ما از حقوق مردم و از او مؤسسات سیاسی دموکراتیکی که در کشورهای دیگه صحبت میشه، در ایران ما اصلا نمیتونیم که روی زو صحبت بکنیم، به خاطر از اینکه ولایت فقیه بالاخره همه مسائل مربوط میسازه به ولی فقیه و یا رهبر روحانی. آیا این کسانی که به نام اعتدال پسند، به نام کسانی که میخواین که بر مبنای عقلانیت سیاست بکنن، چقدر میتونن که در تغییر نظر ولی فقیه یا رهبر روحانی تغییر وارد بکنن؟ از این لحاظ است که ما تا وقتی که یک چند دوره انتخاباتی که به نفع کسانی که اینا اصلاح طلب هستند پیش بره و نسل جدید در ایران به قدرت برسه و کسانی که رای میتن اونا اصلا در ذهن خود اصلاحات را به وجود آورده باشن، تا او وقت ممکن نیست تا نظام حاکم اصلاح نشه، تا نظام حاکم و در عین زمان بله. ببینین اگر نظام حاکم اصلاح نه بلکه تغییر باید بله. ببینین نسل که امروز افرادی که در ایران 20-25 ساله هستن، اینا نسل انقلاب اسلامی ایران هستن، ولی انتظار از این را داشتن که حکومت ولایت فقیه بر ازانه یک سلسله ارزش های دموکراسی را ممکن است برمغان بره، ولی دیده شد که این چیزها ممکن نیست، به خاطر از اینکه رهبری روحانی ایران در صدد حاکمیت مطلق دینی است. و از این لحاظ اگر مطابق پرنسیپ هایی که در رژیم های سیاسی وجود داره صحبت بکنیم، اصلا در رژیم ایران ما از دموکراسی صحبت نمیتونیم، به خاطر از اینکه یک رهبریت وجود داره. بله بله، در سیستمی که شما قبلا تشریح کردین خب انتظار باید نداشته باشیم که یک حاکمیت دموکراتیک دیم بله. لیکن تغییری که یعنی تنشی که از چند سال به طرف میان اصلاح طلبا و تندروان در ایران وجود داشته، بالاخره بعد از دوره یک کسی که نسبتاً شخص معتدل گفته میشه به اقتدار میرسه، حداقل باید توقع نداشته باشیم که بتونه تغییرات جدیده بیاره، مشکلات زیادی در پیش است. نتیجه نظر شما چیست؟ توقعی که از آقای حسن روحانی وجود داره، انتظاراتی که وجود داره و مشکلاتی که وجود داره، حداقل در خارج از ایران پسان صحبت میکنیم، در داخل ایران سپاه پاسداران است و گروه هایی که تندرو هستند. سلام خدمت بینندگان عزیز. افغانستان در میانه دو تا کشور همسایه شرقی و غربی شاهد انتخابات خیلی مهم می بودن، و این انتخابات در واقع کسانی که در این انتخابات برنده شدن، اینها
به لحاظ سیاست های ملی داخلی و حتی سیاست های خارجی خو با حکومت های پیشین یا مجریان پیشین باید خیلی متفاوت باشه. در پاکستان همونطور که شما در جریان هستید، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف قدرت را در دست گرفتن و جانشین حزب مردم شد. طبیعتاً این حزب سیاست های داخلی و باطنی خود پاکستان را به همونطور سیاست های منطقه‌ای و جهانی خره متفاوت از حزب مردم باید برنامه ریزی بکنه. در ایران هم انتخاباتی که در روز جمعه روی داد و در نهایت آقای دکتر حسن روحانی کاندیدای واحد جناح فکری اصلاح طلب در اینجا برنده شد، چون اصلاح طلبان در واقع یک دونه کاندید رو معرفی کردن که آقای روحانی بودن و اصولگراها، البته چون در ایران احزاب سیاسی به اون صورت نیست، منطقه خطکشی که صورت گرفته بر مبنای فکر است. بله. اصولگراها و اصلاح طلبا در واقع خود از اونام قبول داره که ما، ولی در کلیت نظام با هم اختلاف ندارن، در همین دو تا طیف الان کار میکنیم، طیف اصلاح طلب و طیف اصولگرا، منتها در ارتباط با مسائل اساسی کشورشان که قانون اساسی باشه و نظام باشه و اینا، جمهوری اسلامی باشه اینا، در ارتباط با اون مسائل اینا وحدت نظر داره، منتها در ارتباط با روش کار و نحوه سیاستگذاری داخلی و همونطور سیاستگذاری منطقه‌ای و جهانی بسیار بسیار متفاوت عمل میکنه، هم اصولگراها با اصلاح طلبا. این نکته را ما خدمتشون باید عرض بکنم که آمدن آقای روحانی در قدرت، وقتی ایشان رئیس جمهور انتخاب شدن، این به اصطلاح تجربه تازه ای نیست که ما بگیم در ایران الان یک تجربه تازه ای در اینجا رخ داده. آقای روحانی در ادامه سیاست های پیشین و حکومت های پیشینی که مرتبط به اصلاح طلبا بود که در رأسش آقای خاتمی بود، آقای خاتمی 8 سال در ایران حکومت کردن و قبلش هم آقای هاشمی رفسنجانی بود، در مجموع خط اصلاح طلبان در ایران سابقه حاکمیت مدیریت بسیار ممتد را دارند در اینجا. بعد این خط را، این خط مدیریت را شما مقایسه بکنید با خط مدیریتی که اصولگراها داشتن، یعنی اونها هم در مجموع در این 11 دور اونها هم برای مدت، مثلا آقای احمدی نژاد، اینها هم در واقع یک فصلی از تاریخ ایران را اینا مدیریت کردن، حکومت از اینا بود و اینا هم سیاست های خاص خود را در اینجا داشتن. اون چرا که آقای روحانی ادامه خواهد داد و من فکر میکنم در ادامه همون سیاست ها و برنامه هایی هستن که اصلاح طلبه ها در گذشته هم داشتن، مثلا شما در نظر بگیرید در زمان آقای خاتمی 8 سال حکومتش اوضاع و شرایط ایران بسیار متفاوت بود، با حتی مذاکراتش، گفتگوهایش در مسئله انرژی صلح و در ارتباط با مناسبات، حتی در مورد تمدن ها و ایشان مثلا در برابر اون تئوری که تمدن ها همیشه در حال جنگ و مناقشه هستند، جنگ تمدن ها یا خصومت تمدن ها، ایشان آمدن یک فکر جدیدی را در اونجا مطرح کردن که آره این خیلی مثلا مهم بود و حتی استقبال هم شد که نه، تمدن ها با همدیگر خصومتی ندارن و این مالکان تمدن هستن که به خاطر قدرت خود از تمدن ها سوء استفاده میکنن و الا تمدن ها با همدیگر دشمنی ندارن. تمدن ها چون به لحاظی که مقوله های انسانی هستن و ریشه در وجدان آدمی و کرامت انسانی دارن، اینا هرگز با هم دیگر خصومت ندارن و ما و شما در قرآن مجید هم داریم، مثلا با صراحت دعوت میشه بین تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. خب این نص صریح آیات الهی هستن و به ما نشان میده بر این که بین به اصطلاح ادیان الهی و مخصوصا ادیان ابراهیمی هیچ گونه مشترکات بسیار زیادی وجود بله. داره و اینا میتونه در این مشترکات جمع شوه و در اینجا چرا جمع شوه پسانتر بگی بس میریم. لیکن انتظاری که از تغییر پالیسی ها، آیا مردم ایران آزادی های بیشتر را نصیب خود شدن و در روابط خارجی آیا تغییری در مسئله اتمی، در سیاست های ایران، در
سوریا و لبنان من آیا تغییری خواهد آمد؟ من فکر میکنم بله، این تغییرات بسیار محسوسی. اولا مردم ایران بسیار استقبال کردن از این خط، یعنی از اصلاح طلبا فوق العاده استقبال کردن. خود استقبال مردم و این رأی پرشوری که دادن، الان 18 میلیون و 600 هزار نفر و با آقای حسن روحانی رأی دادن و استقبال بسیار بی‌نظیر و انتخاب انصافا انتخابات خیلی خوبی در ایران برگزار شد. به همه گفتن انتخابات بسیار معقول بوده و به همون خاطر هم است که اون 5 تا کاندید دیگری که مخالف آقای حسن روحانی بودن بلا فاصله همه از اونها به اتفاق یار آمدن با آقای روحانی تبریک گفتن مثلا که پیروزیش رو قبول کردن بدون اینکه سوال ایجاد بکنه که تقلب بود، جعل بود، چی بود، نبود. اینا خوب مدیریت کردن انتخابات را. انصافا این مدیریت انتخابات روز جمعه ایران من فکر میکنم در تاریخ ایران به سابقه بود. این خیلی خوب مدیریت کردن و همه طرف هم از نتایج انتخابات راضی بودن و از همه مهمتر استقبال بسیار پرشور خود مردم ایران از این انتخابات هستن. 36 میلیون جمعیت، نزدیک 37 میلیون جمعیت در این انتخابات شرکت کردن که بالای 70% را نشان میده و این خیلی مهم است. بنابراین همونطور که عرض کردم آقای حسن روحانی تجربه آغازین نیست، بلکه در امتداد تجربه های قبلی اینا عمل کردن. شما اگر تغییرات و اصلاحات را در سیاست های داخلی در زمان خاتمی که مسئله تساهل و مسئله مدارا و هم در مسائل داخلی و هم در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بین المللی اگر اون سیاست ها را قبول داشته باشید که 8 سال با آقای خاتمی اونا را پیش بردن، حتی در مذاکرات اتمی هم در اونجا بالاخره پیشرفت های بسیار زیادی بین این همه راضی بودن که مذاکرات ما به یک نتایج میرسه، ولی در زمان آقای احمدی نژاد مثلا این مذاکرات خیلی سخت‌تر میشه، شدیدتر میشه. قطعا آقای روحانی به دلیل اینکه یک بخشی از زمان ایشان هم مدیر برنامه‌های اتمی بودن و رئیس بود و به اصطلاح رئیس هیئت مذاکره کننده بودن، به خوبی میدونه که چی کار باید بکنه. تاثیرات خیلی زیادی روی این مسئله خواهد داشت. حمایت ایران از رژیم سوریه به همین شکل و به همین شدت ادامه خواهد داشت یا نه؟ ببینید، در ارتباط با مسائل سوریه ما یک نکته خدمت شما عرض بکنم که مسئله سوریه در شرایط فعلی متاسفانه از حوزه صلاحیت ها و اختیارات ایران و حتی عربستان سعودی و کشورهای منطقه خارج شده. این مسئله الان ریشه هایش رفتن در خارج از منطقه، یعنی فعلا مسئله سوریه به جای اینکه در تهران و در ریاض حل شوه، این مسئله الان ریشه پیدا کرده در واشنگتن و در مسکو، در کاخ سفید و کاخ کرملین باید اونجای مباحثش صورت بگیره. مسائل سوریه به خاطر از اینکه ریشه های اینچنینی پیدا کردن و در شرایط فعلی شما در جریان هستین که به خاطر سوریه الان روسیه و آمریکا در یک تقابل بسیار شدیدی حتی نظامی اینا قرار گرفتن. روسای اعلام کردن که دریای مدیترانه در اختیار ما هستن و در اونجا کشتی های بسیار بزرگی را در بندر ترتوس منتقل کردن و 12 تا کشتی را روسیه در اونجا بردن که حامل موشک های ضد کشتی بودن و بعدش هم موشک های S-300 را در اختیار سوریه گفتن میگذاریم یا گذاشتیم. و از اون طرف هم مثلا ایران... آمریکا منم عرض میکنم که ایران هم نسبت به این قضیه، آره ایران هم نسبت به این قضیه زیدخل هستن و همونطور که شما تایید میکنن هر میشه، منتها در اینجا ایران تمام قضیه نیست. در اینجا همونطور که عرض کردم جنگ سوریه متاسفانه در طی این 3 سال به گونه طراحی شد یا مهندسی شد یا آگاهانه یا ناآگاهانه به شکل الان پیش رفته که این جنگ ریشه هایشی و تصمیم گیری های اصلی الان در جنگ برای از حل قضیه ایران نیست. در اینجا حتی عربستان سعودی هم نیست، کشورهای منطقه هم نیست. اینجا الان مسکو، واشنگتن، اروپا، اینا همه اینا درگیر این قضیه شده. بر همین اساس هستن که اگر ما بخوایم مسئله سوریه رو حل بکنیم در اینجا، این مستلزمی از این هست که باید یک فیصله چیه؟ یک فیصله بین المللی کلانتر اینا شد. نمیتونه هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه این مسئله رو حل بکنه. بله. جناب شیری صاحب، مسئله سوریه و نقش، خب یک مسئله شد من مطابق گفته ناطقی صاحب که آل ایران و سوریه و عربستان نمیتونه
یک مسئله شده که امریکا داخل شده و روسیه داخل شده و به رقابت بین امریکا و روسیه تبدیل شده. ولی نقش ایران چقدر است در این مسئله؟ تغییر سیاست های ایران باعث تغییر در بازی خواهد شد یا نه؟ عرض کنم که در این شک نیست که همونطور که جناب ناطقی صاحب گفتن در ایران این انتخابات در سطح ایران و در رژیم ایران یک انتخابات موافقت آمیز بود. امی که یک اصلاح طلب در انتخابات برنده بشه در سطح ایران گفتیم یک موفقیت است، یک گام به پیش است. اما وقتی ما میتونیم که سیاست های یک اصلاح طلب مثل آقای حسن روحانی را در رژیم ایران و در برخورد ایران با قضایای داخلی و خارجی ما درست تحلیل کرده میتونیم که بدانیم که آقای رئیس جمهور تصمیم گیرنده مسائل خوب و بد ایران است، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی، در حالی که ما میدانیم که رئیس جمهور خودش عالی ترین مقام نیست. ولهذا چه اصلاح طلب باشه، چه روش های خشونت آمیز داشته باشه، تمام تصامیم از کوچکترین تا بزرگترین به اراده شخص ولی فقیه است. پس او دموکراسی که در دنیای غرب و در کشورهای دیگر ما به سراغش هستیم که در انتخابات رای گیری و رای دادن مردم بسیار ارزش میتیم، در اینجا میگیم که خب رای دادن مردم مهم است، اما در نهایت تغییری که وارد میشه چی است؟ هیچ. اما یعنی توقعی وجود نداره که در قبال سیاست های ایران و نقشی که امیال ایران در سوریه داره این تغییر بیافته؟ ببینین امکانات ازی است، مگر اگر رهبر روحانی یا رهبر عالی ایران در روش های خود تغییرات را وارد بکنه و این تغییرات از طریق رئیس جمهور و منصه اجرا بگذاره احتمال داره. اما هرگاهی که به خاطر مردم ایران که خواستار اصلاح طلبا بودن ای آرزومندی را داشته باشیم که از این به بعد آقای روحانی میتونه که با دست باز و طرف یک آزادی و اصلاح طلبی بره، اینجاست که ما اشتباه میکنیم. ببینین از آقای خاتمی یاد شد، آقای خاتمی هم یک اصلاح طلب بود و اصلاح طلبی خودم با احتیاط کامل مطرح میکرد، اما شما دیدین قربانی اصلاح طلبی خود شد. یعنی اصلاح طلبی در وقت در ایران نتیجه میده که در مقابلش تندروی عقب نشینی بکنه. گانوس رژیم ایران آمده هند نشانی از این دیده نمیشه. حالا یک توقف کوتاه داریم، بعد از اون بحث ادامه میدیم. گرم بدون که یولان داریم.